قلعه شهر نو ابتدا به دستور محمد علی شاه قاجار برای اسکان خانواده شاه ساخته شد و با نام محله قجرها نامگذاری شد. در اون زمان این محله در حومه شهر تهران قرار داشت. این محل در اواخر حکومت احمد شاه قاجار به جهت احداث دروازه قزوین دروازه نامیده شد و به دلیل آنکه خارج از دروازه قزوین قرار داشت به تدریج به مأمن خلافکاران بدل گشت تا شروع حکومت پهلوی. قبل از ادامه ویدیو ممنون میشم روی دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش کلیک کنید تا از محتواهای جدید ما با خبر بشید. ممنون. با انگراز سلسله قاجار و روی کار اومدن سلسله پهلوی، حرمسراهای قاجار متلاشی و زنان حرمسرا از دربار اخراج شدند. حرمسرا تخریب و به جای اون وزارت دارایی کنونی ساخته شد. با وجود این کار زنان ساکن در حرمسرا آواره شدند، عده‌ای از اونها مردند و عده‌ای ثروتمندتر با شاهزادگان قاجار ازدواج کردند و عده دیگه هم به روسبیگری روی آوردند و در دروازه قزوین یا همون شهر نو ساکن شدند. تا اینجای کار شهر نو از اهمیت زیادی برخوردار نبود. با ادامه کار حکومت پهلوی به شهربانی و نظمیه ها دستور داد که هرزه ها و تنفروش ها رو به خارج از شهر انتقال بدن و محله های ویران شهر نو بازسازی شد. هدف از این کار هم کنترل تنفروش ها اعلام شد. با آغاز جنگ جهانی دوم متفقین حاضر در ایران گروهی از زنان لهستانی رو برای روسبیگری به شهر نو بردند و محله‌ای به نام اونها هم شکل گرفت. از دلالان زن و صاحبخانه در شهر نو با عنوان خانم رئیس نام برده می شد. بسیاری از این افراد دارای ارتباط دو طرفه با دربار بودند و در ازای دریافت حمایت یا امتیازات ویژه، خدماتی هم از خدمات جنسی به مقامات یا ایفای نقش در بحران‌ها و رویدادهای سیاسی طبق درخواست مقامات حکومت ارائه می کردند. ملکه اعتزادی، یکی از خانم رئیسان شهر نو، نقش موثری در کودتای 28 مرداد داشت. او به همراه روسبی‌ها به خانه دکتر مصدق حمله کردند و اونجا رو اشغال کردند. ملکه اعتزادی پس از تصرف رادیو تهران در روز 28 مرداد توسط روسبی‌ها و کودتاگران به سخنرانی در رادیو به نفع شاه و بر علیه مصدق پرداخت. حکومت قوانینی برای سر و سامان دادن به محله شهر نو وضع کرد. طبق آمار ثبت احوال کشوری در سال 46-47 1500 زن در شهر نو زندگی می کردند. طبق قانون اونها موظف به دریافت کارت سلامت بودند و برای نگه داشتن کارت سلامت باید هر هفته به درمانگاه بروند و هر 6 ماه نیز آزمایش خون می دادند. روال صدور کارت ورود برای زنان شاغل در شهر نو جهت روسبیگری بدین صورت بود که از سوی سازمان‌ها و نهادهای مختلف زنان مورد مصاحبه قرار می گرفتند و به کلانتری 15 که دارای پاسگاه در شهر نو بود جهت تصمیم گیری نهایی و صدور کارت معرفی می شدند و یکی از معرفی نامه ها در خبرگزاری کار ایران ایلنا منتشر شده است و در بالای آن عنوان شورای زنان ایران، کانون بهزیستی و مددکاری اجتماعی دیده می شود که در اون فردی که مسئول مصاحبه بود به کلانتری 15 گزارش داده به اتفاق 2 نفر از خانم‌های کانون مصاحبه کردیم. مشارالالهی 14 ساله است، در آبادان فاحشه است و اظهار می‌دارد چند روز بیشتر نیست به تهران آمده. عیناً جهت اخذ تصمیم معرفی می‌گردد تا اگر کلانتری صلاح بداند اجازه ورود به قلعه صادر شود. شهر نو در دوران قاجار شکل گرفت. در دوره پهلوی به اون نظم داده شد تا زمان انقلاب و چون ماجرای شهر نو و زنان روسبی اون پس از انقلاب شرح مفصلی میخواد در یک ویدیو دیگه به اون میپردازیم. ممنون از همراهیتون. اگه از ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک کنید و برای ما کامنت بگذارید. سپاسگزارم. خدا نگهدار.